سرخط خبرها. گزارش وزارت بهداشت ایران از افزایش ابتلا به کرونا در 6 استان با وجود روند نزولی در بقیه کشور. رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی درباره موج دوم اپیدمی هشدار دادند. جان باختن یک پلیس افغان به علت ابتلا به کرونا. وزارت داخله میگوید تدابیر ایمنی برای حفاظت از سربازان در نظر گرفته می شود. تلاش تازه در افغانستان برای شکستن بنبست سیاسی. نزدیکان عبدالله میگویند طرحی برای تقسیم قدرت در جریان است. و موسیقی برای امید در دوران سیطره کرونا. اجرای خواننده سرشناس ایتالیایی در کلیسای خالی. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری. در ایران معاون وزیر بهداشت گفته شیوع ویروس کرونا در مجموع در کل کشور روند نزولی دارد، اما در 6 استان سیر سعودی تدریجی داشته. ایرج حریری نام این استان‌ها را اما ذکر نکرده. دولت از شنبه اجازه بازگشایی بسیاری از کسب و کارها را داده. این در حالی است که گروهی از کارشناسان بهداشت و درمان و رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی درباره موج دوم شیوع کرونا هشدار دادند. بر اساس تازه‌ترین آمار وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته بیش از 1600 مبتلای جدید شناسایی شده و 111 نفر هم جانشان را از دست دادند. باران عباسی گزارش می‌دهد. 25.199 در فاصله گذاری اجتماعی. مشهد سومین روز از سرگیری گسترده فعالیت‌های اقتصادی، آنچه دولت فاصله گذاری هوشمند نامیده. مسئولان می‌گویند باز شدن کسب و کارها بر اساس توصیه‌های علمی است. اولویت ما حفظ سلامت و جان مردم خواهد بود. هر گونه اتخاذ سیاست در بازگشایی ها، در محدودیت ها مبتنی بر دیدگاه کارشناسی و نظر نهایی کارشناسان و مسئولان سلامت، حتی شیوه خرید، شیوه کار در ادارات مبتنی بر پروتکل ها خواهد بود. اما حتی در تصاویر تلویزیون دولتی اثری از نظارت بر اجرای این پروتکل ها نیست. توصیه هایی که به نظر می رسد رعایتشان به خود مردم واگذار شده. خودمون هم نمیتونیم رعایت کنیم دیگه، نه؟ راهش رو بگید ما یاد بگیریم توی این جمعیت. این در حالی است که شیوع کرونا در ایران ادامه دارد. بر اساس آمار رسمی در شبانه روز گذشته بیش از 1600 مبتلای جدید شناسایی شده و 111 نفر هم جان خود را از دست دادند. به این ترتیب شمار کل مبتلایان به بیش از 73000 نفر و جان باختگان به حدود 4600 نفر رسیده. با این حال معاون وزیر بهداشت میگوید روند شیوع رو به کاهش است. در مجموع کل کشور ما روند ابتلا به ویروس کرونا و روند مرگ و میر حاصل از ویروس کرونا رو به نزول است. در بعضی از استان ها، حدود 6 استان، ما روند صعودی تدریجی داریم و در بعضی از استان ها ما به صورت خط صاف و ثبات رسیدیم. در مورد آمار رسمی اما تردید است. منابع بیمارستانی و بعضی از نمایندگان مجلس گفتند آمار واقعی بسیار بیشتر از این است. از سوی دیگر سازمان نظام پزشکی میگوید حتی بر اساس ارقام رسمی هم شرایط هنوز برای رفع محدودیت‌های رفت و آمد و بازگشت به کار مهیا نیست. در بیانیه این سازمان هشدار درباره طرح فاصله گذاری هوشمند و ابراز نگرانی از احتمال جدی اوج گرفتن کرونا. این نگرانی به دلیل فاصله زیادی است که چه در مورد آمار اعلامی وزارت بهداشت و چه با توجه به آمار واقعی مبتلایان با حد علمی پذیرش فاصله گذاری هوشمند وجود دارد. این مدل و هر مدل فاصله گذاری دیگر علاوه بر آموزش‌های فراگیر نیاز به کنترل جدی، ابزار مشخص برای نظارت و اعمال محدودیت‌های لازم دارد. گروهی از رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی هم هشدارهای مشابهی مطرح کردند. شیب افزایش ابتلا کاهش پیدا کرده، ولی اینکه بگوییم به روند نزولی رسیده ایم هنوز زود است. این بیماری بسیار مسری است. اگر بیمار و افراد ناقل در جامعه باشند
هر لحظه امکان دارد با موج دوم بیماری کرونا مواجه شویم. نگرانی های عمده نسبت به بازگشت دوباره شرایط بحرانی شیوع کرونا به استان مازندران ایجاد شده. اگر دور دوم بیماری آید استان شود، کنترل آن در بیمارستان ها بسیار سخت خواهد بود. نگرانی هایی که بین مردم هم دیده می شود. چیکار باید بکنم؟ 7 صبح برای من زدن ساعتی، من 5 صبح رو افتادم، نه تاکسی بوده نه اتوبوس بوده، هیچی نبوده. با یه بدبختی من 7:35 رسیدم اداره. کسانی که چاره‌ای جز حضور در مکان‌های شلوغ ندارند، در سایه آنچه ناتوانی مسئولان در حفظ سلامت شهروندان می‌دانند. هر روز به حجم خودروها داره افزوده. دولتی که مسیری مخالف با توصیه‌های جهانی در پیش گرفته. مسیری که از دید کارشناسان به مقصدی خطرناک می‌رسد. باران عباسی، BBC. ساعتی پیش در مورد تبعات روانی بحران کرونا با دکتر نازی اکبری در لندن صحبت کردم و ابتدا از او در مورد توصیه‌هایی که میشه به افرادی کرد که در ایران با وجود نگرانی از ابتلا به بیماری باید به سر کار برند پرسیدم. من خیلی متاثر میشم از این مسئله که این افراد مجبورن که به خاطر امرار معاش بتونن، یعنی برن سر کار و بتونن زندگی عادیشون رو پیش ببرن. واقعا من نمیدونم چه توصیه‌ای به این افراد فقط باید کرد. فقط تنها چیزی که میتونم بگم اینه که واقعا مسئله تبعات روانی این بحران نه تنها در ایران، در تمام دنیا چشمگیر خواهد بود. اینجور که کارشناسان بهداشت روان صحبت میکنن، تو چند بعد از بحران ما شاهد ظهور یک در واقع پیامد ثانوی این بحران خواهیم بود که مسئله مشکلات روانی هست و معمولاً به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به اصطلاح استناد میکنن که ما نرخ خودکشی بسیار بالا رفت و یکی از دلایلش هم میتونه این مسئله اقتصادی باشه. چون اگر ما نگاه بکنیم هویت ما، بودن ما، وقتی ما نتونیم مسئولیت هامون رو به جا بیاریم، بیکاری، بدهکاری، در واقع اینا همه مسائلی هست که به مرور زمان، البته بعد از بحران، میتونه به تاثیر خیلی منفی از نظر روانی داشته باشه و این در واقع متخصصان رو یک مقدار نگران کرده. توصیه تو برای کسایی که به حال امکان اینو دارن که کماکان در قرنطینه بمونند و الان هفته هاست که در قرنطینه هستند چیه؟ اونها هم از تنهایی و انزوا و به نوعی حصر خانگی دارن رنج میبرن. کاملا درست میگین. ببینین الان شرایط بسیار بحرانی هست. ما میدونیم که خود به اصطلاح قرنطینه به تنهایی چقدر از نظر روانی روی آدم ها تاثیر میذاره. برای اینکه ما نیازمند این هستیم که در تعامل با دیگری باشیم. یک مسئله دیگه که ما شاهدش بودیم توی این مدت توی به اصطلاح قرنطینه بالا رفتن نرخ خشونت خانگی. خود من به عنوان یک درمانگر بسیار مراجعین بسیاری به من مراجعه کردن که کسانی که حتی اختلاف توی خانواده نداشتن الان باعث اختلافاتشون شده. باز مسئله اقتصادی مسئله بسیار مهمی در این رابطه هست. نگرانی از آینده، ابهام در که چه اتفاقی خواهد افتاد و اینی که خب ما کنترل از دستمون در رفته، خشم ما به خاطر اینی که کنترلی نداریم. و یک مسئله مهمتر اینه که من همیشه تشویق میکنم خانواده رو، جامعه رو به خانواده. شما ببینید وقتی والدین ما، وقتی بچه ها مریض هستن یا نیازمند هستن، چشمشون به والدینشونه که والدینشون چجوری از اینا حفاظت بکنن. متاسفانه تو کشور ما به نظر میاد که اون اعتماد به اصطلاح حکومت وجود نداره و به خاطر همین خود این هم باعث آزار و به اصطلاح مشکلات روانی توی خانواده ها میشه. دکتر نازی اکبری بود. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که با شناسایی 65 مورد جدید شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور به 672 نفر رسیده. این بار بیشترین موارد در قندهار ثبت شده، 28 مورد. اما هنوز کابل و هرات بالاترین آمار ابتلا را دارند. تا کنون 21 نفر از مبتلایان به کرونا در این کشور جان باختند و 38 نفر دیگر بهبود پیدا کردند. دکتر عبدالقادر قدیر، رئیس عمومی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی
وزارت صحت افغانستان از کابل با ماست. آقای قدیر، از یک طرف رئیس جمهوری افغانستان گفته که دولت توان مقابله با بحران کرونا رو داره، در مقابل داریم مقام‌هایی در ولایت‌های حوزه غربی از جمله قور، از جمله فراه که میگن که ما امکانات نداریم، حتی الکل و مواد ضد عفونی و ماسک هم نداریم. خب بسیار تشکر. اول سپاس از شما که فرصت دادین تا با شما باشیم در این بحث. و در مورد وضعیت افغانستان و کرونا اجازه بدین که من معلوماتی که فعلا در دست از خدمتتان و بعدا به سوال شما برمیگردم. تا هنوز که من با شما صحبت میکنم در افغانستان 4314 واقعی مشکوک یا با اعراض علائم کرونا در لابراتوارهای افغانستان ثبت شده که از این جمله 665 واقعی مثبت، 22 فوتی و 38 شفایاب داریم. در واقع تعداد مجموعی که فعلا در به صورت رسمی در لابراتوارهای افغانستان ثبت شده و تعدادی از این زیر مداوا و مراقبت های جدی وزارت صحت عامه قرار داره. بر بگردیم به یکی، آیا افغانستان توانایی مقابله با ویروس کرونا را داره یا خیر؟ دقیقا در این شکل نیست که ما محدودیت های مالی را داریم، اما آمادگی های لازم را برای مبارزه با کرونا، ویروس کرونا در افغانستان، حکومت افغانستان و وزارت صحت عامه افغانستان در کل دارد. ما استراتژی های مشخصی به خاطر بیرون رفت از معضل ابتلای بیشتر مردم افغانستان به کرونا داریم که همانگی لازم ایجاد شده در سطوح مختلفه و ما بالای تقویت بیشتری همانگی کار میکنیم، بالای آگاهی دهی از طریق رسانه ها و از طریق مطبوعات و از طریق علما در مساجد کار میکنیم، بالای وقایه مرض در افغانستان کار میکنیم. بله آقای دکتر، ممکنه لطف کنید بگید که افغانستان در حال حاضر چند تا دستگاه ونتیلیتور داره، چند تا تخت آی سی یو داره؟ اساسا ما وزارت صحت عامه 353 ونتیلیتر در افغانستان داریم که مربوطی خود وزارت صحت عامه است، علاوه با اون ما 84 در سکتور خصوصی و 40 هم در ارگانهای نظامی ما داریم که مجموعاً حدوداً 400 ماشین ونتیلیتر فعلا در افغانستان وجود داره. طوری که شما میفهمین همه مریضایی که به ابتلا به ویروس کرونا را دارن یا با ماشینای ونتیلیتور ضرورت ندارن، از هر 100 مریض یک مریضی میتونه که ضرورت پیدا کنه با ماشینای ونتیلیتر. به صورت کل وزارت صحت عامه افغانستان و حکومت افغانستان آمادگی لازم به خاطر مهار کردن ویروس کرونا در افغانستان داره ده. اما فراموش نکنیم که ما نگران هم هستیم از وضعیت و محدودیت های مالی و امکانات مالی کم داریم که امیدوار هستیم ما را در این راستا جامعه جهانی و کشورها کمک کنند تا ما بتانیم امو خلاهای مالی که در افغانستان وجود داره او را مملو کنیم. در غیر از او آمادگی های لازم به صورت کل در افغانستان وجود داره. ممنونم دکتر عبدالقدیر قدیر، رئیس عمومی سیاست گذاری و برنامه ریزی وزارت صحت افغانستان. آمار رسمی مبتلایان به کرونا در جهان کم کم به 2 میلیون نفر نزدیک می شود. شمار قربانیان هم به حدود 115 هزار نفر رسیده. در بعضی از نقاط جهان بعد از هفته ها تعطیلی محدودیت های رفت آمد تا حدودی کم شده. اما آنطور که علی همدانی در گزارشش می گوید، شرایط زندگی در جهان هنوز تا عادی شدن فاصله زیادی دارد. دنیا در تلاش برای آنکه بگوید اتفاقی خوب در راه است. اگر ویروس کرونا بگذرد که نمی گذرد. چین که تازه شهر ووهان را پس از ماها قرنطینه تا اندازه‌ای به حالت عادی بازگردانده، تا آمد نفسی راحت بکشد، خبر داده که دیروز یک شنبه بیشترین میزان مبتلایان جدید را پس از هفته‌ها ثبت کرده. 108 نفر در یک روز. چین میگوید که این افراد همگی از سایر نقاط جهان به این کشور بازگشته بودند. با وجود هفته‌ها قرنطینه، ممنوعیت سفرهای میان شهری، چین هرگز پروازهای ورودی و خروجی به این کشور را نبست. همین موجب انتقاد برخی شده که میگویند چین با این سیاست تلاش‌ها را هدر داده. با این همه دولت مرکزی میگوید اوضاع تحت کنترل است.
اینجا پایتخت عربستان سعودی ریاض ضد عفونی گستردی شهرها ادامه دارد. در خانه خدا هنوز بسته است و عربستان مقررات منع آمد و شد را تا تاریخی نامعلوم ادامه خواهد داد. شمار مبتلایان و قربانیان کم است، اما پادشاهی سعودی به دروغگویی متهم شده. و این پرهیجان‌ترین شهر منطقه خاورمیانه، دبی، خالی از آدم. ساکنان دبی از در خانه‌ها بیرون نمی‌آیند. در اروپا توجه به اسپانیا است. برخی مراکز تولید و کارخانه‌ها در مادرید باز شدند. کشور تا بازگشت به شرایط عادی فاصله بسیار دارد. هنوز اکثریت باید در خانه‌ها بمانند. شمار مرگ و میر کاهش داشته. نیروهای ارتش و پلیس مشغول توزیع ماسک و اطمینان یافتن از رعایت فاصله گذاری اجتماعی در صفوف. فاصله کمتر از 2 متر از نفر جلویی جرم است. حدود 170 هزار مبتلا در اسپانیا شناسایی شده و بیش از 17 هزار نفر جان دادند. در ایتالیا شمار مبتلایان کمتر است. حدود 150 هزار نفر، اما مرگ و میر بیشتر از اسپانیا است. نزدیک به 20 هزار نفر. همه جا تعطیل. در روزهای عید پاک مراسم مذهبی هم تعطیل بوده. و اینجا بریتانیا وارد 4th هفته تعطیلی عمومی شده. کشوری که نخست وزیرش به کرونا مبتلا شد اما از آن جان سالم به در برد. دولت در روز عید پاک هم مشغول کار. قرار است تا 5th تکلیف تمدید تعطیلی عمومی روشن شود. خیابانها در سکوتی بی‌نظیر. لندن آفتابی سرشار از زندگی بود. حالا زندگی از لندن بی ابر رفته. همه در خانه ها در انتظارند. چشم‌اندازی ناروشن برای کشوری که در آستانه بدل شدن به کانون بحران اینجا در اروپا است. گفته شده شمار قربانیان و مبتلایان به ویروس کرونا در بریتانیا میتواند حتی از ایتالیا و اسپانیا هم پیشی بگیرد. علی همدانی، بی بی سی، اینجا در شرق لندن. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. وزارت بهداشت ایران میگوید با اینکه روند شیوع کرونا در مجموع کشور نزولی است، اما در 6 استان شمار مبتلایان رو به افزایش است. همزمان رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی درباره موج دوم اپیدمی هشدار دادند. در افغانستان یک پلیس بر اثر ابتلا به کرونا جان باخته. وزارت داخله میگوید نمیگذارد این بیماری در میان سربازانش شایع شود. در ادامه این برنامه. اجرای زنده خواننده ایتالیایی در کلیسای خالی برای میلیون ها نفر که در خانه ماندند. در کابل تلاش ها برای حل اختلاف سیاسی بین اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی پیشین و رقیب اصلی آقای غنی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری جریان دارد. نزدیکان آقای عبدالله میگویند طرح جدیدی برای حل بحران سیاسی در جریان است. ایجاد یک حکومت مشارکتی بر اساس یک توافق سیاسی از شرایط اصلی این طرح است. دفتر آقای غنی میگوید برای رسیدن به یک راه حل اخیراً هیچ اقدامی برای تعیین اعضای کابینه صورت نگرفته. ارشاد هنریار، خبرنگار ما از کابل، به ما پیوسته. ارشاد، ابتدا از اعضای هیئت مذاکره کننده بین دو طرف بگو. غنم صحبت کردم با اعضای تیم ثبات و همدرایی و اعضای تیم دولت ساز که رهبرش اشرف غنی است. گفتم که تلاش های در جریان بوده و هیئت مذاکره کننده آقای حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین، آقای کریم خلیلی رهبر حزب وحدت طرف های درگیر ارائه میکنند و تلاش میکنند که اینا به یک توافق دست پیدا بکنند. هفته پیش هم همین هیئتی که من نام بردم ازشان از آقای اشرف غنی تقاضا کرده بود که روند استخدام افراد در پست های کلیدی اجالتا متوقف بکنند، که همین کار شد و اشرف غنی گپ پذیرفت و از عبدالله دوران خواسته بودند که اجالتا مهلت را که به اعلام دولت خودش در نظر گرفته بود بیشتر بکنه یا تمدید بکنه تا اینکه مذاکره شو به یک توافق دست برسن. مشخص هست که مذاکرات الان در چه مرحله ایه؟ تا کنون ما میدانیم که 4 مذاکره انجام شده و 4 طرح رد و بدل شده، اما توافق حاصل نشده. طرح 5 هم زیر کار است و طرف ها تلاش میکنن که از یکی دیگر
امتیازات بیشتر کسب بکنن. تیم امروز من با منابع مختلف از هر دو تیم صحبت کردم، اعضای تیم دولتساز و اعضای تیم ثبات همگرایی برابری عبدالله عبدالله. ظاهرا به تو به نظر میرسه که دو موضوع مورد مناقشه ای بزرگ برای فعلا بین اینها هست، یکی باطل شدن نتیجه انتخابات از طرف تیم ثبات همگرایی درخواست شده که این مورد پذیرش دولت تیم ارک دولت ساز نیست، و دیگه هم ایجاد نقش صدر اعظم اجرایی برای عبدالله عبدالله، و همینطور درخواست سهم برابر 50% در قدرت که آقای عبدالله عبدالله ظاهرا 18 ولایت یعنی والی 18 ولایت باید تعیین بکنن، و همچنین در تعیین افراد کابینه وزیرا و سفیرا نقش برابر با اشرف غنی داشته باشه. ارشاد، در نهایت الان وضعیت مبادله زندانیان بین طالبان و دولت افغانستان به کجا رسیده؟ مردم بسیار انتقاد میکنند. در شرایطی که بحث رهایی زندانیان و بحث صلح مطرح است، میگه یک فرصت برابر شده که دولت افغانستان با طالبان صلح بکنه، اما اختلافات داخلی مانع میشه که اینو به یک تفاهم برسه و اصول در کشور برقرار شود. از طرف دیگر بحث کرونا مردم زیاد نگران کردن. در حال حاضر مردم افغانستان هم نگران کرونا هستند، هم نگران جنگ با طالبان و بحث صلح جنگ با دولت افغانستان، و هم نگران هستند که دولت مردم افغانستان تفاهم سیاسی ندارند و این میتونه وضعیت خرابتر بکنه و افغانستان را بیراه بکشه. متشکرم. ارشاد هنریار از کابل با ما. وکیل نازنین زاغری رتکلیف از تمدید مرخصی او تا شنبه آینده خبر داده. محمود بهزادی راد به خبرگزاری ایرنا گفته که او شرایط آزادی مشروط را دارد و حالا منتظر تصمیم مسئولان قضایی در این بارند. خانم زاغری رتکلیف که شهروند ایران و بریتانیا است، 4 سال پیش در ایران به اتهام جاسوسی و تلاش برای براندازی نرم بازداشت و در نهایت به 5 سال زندان محکوم شد. خود او این اتهامات را رد می‌کند. او حدود 1 ماه پیش در پی نگرانی از شیوع کرونا همراه هزاران زندانی دیگر به مرخصی رفت. بعد از توافق صادرکنندگان مهم نفت برای کاهش عرضه در بازار جهانی، قیمت‌ها تثبیت شده. بهای هر بشکه نفت برنت ابتدا 5% بالا رفت ولی بعد دوباره پایین آمد. اوپک و متحدانش توافق کردند که در مجموع روزانه نزدیک به 10 میلیون بشکه از صادرات نفت کم کنند. این توافق بعد از مداخله غیرعادی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در حمایت از اوپک به دست آمد. در هفته‌های گذشته کاهش شدید تقاضا برای نفت از جمله به دلیل شیوع ویروس کرونا باعث افت کم سابقه یه قیمت شده بود. بر اساس پژوهش گروه تحقیقاتی رصدخانه فوتبال در سوئیس، اگر لیگ‌های داخلی و همچنین لیگ قهرمانان و لیگ اروپا دست کم تا پایان فصل بهار تعطیل بمانند، ارزش تیم‌های حاضر در لیگ‌های برتر اروپا می‌تواند تا 35% کاهش یابد. بر اساس این بررسی، اگر در 5 لیگ بزرگ اروپا یعنی اسپانیا، انگلستان، آلمان، ایتالیا و فرانسه تگ 2 ماه آینده هیچ بازی انجام نشود، ارزش بازیکنان در مجموع 28% کاهش پیدا می کند و از 32 میلیارد یورو به 23 میلیارد یورو می رسد. آندریا بوچلی، خواننده معروف ایتالیایی سبک اپرا، در یک کلیسای خالی در میلان کنسرتی برگزار کرد. این کنسرت که موسیقی برای امید نام داشت، به دلیل شیوع کرونا و ماندن میلیون‌ها نفر در خانه، به صورت آنلاین در سراسر جهان پخش شد. گزارش رجد احمد رو ببینیم. آندریا بوچلی یکی از معروفترین و ماندگارترین خواننده های موسیقی اپرا، حالا همراه با یک نوازنده ارگ در کلیسای جامع شهر میلان می‌خواند. صدای بوچلی فضای کلیسا را کاملا پر می‌کند. شهردار میلان و مسئولان کلیسا از او دعوت کرده بودند تا در روز عید پاک بخواند. کنسرتی که به صورت آنلاین و رایگان در سراسر جهان پخش شد. اول از همه می‌خوام بگم که این کنسرت نبود، بلکه دعا و نیایش بود. بوچلی یکی از 10 خواننده است که در دوران شیوع کرونا به صورت آنلاین و در فضای مجازی کنسرت برگزار می کند. در زمانی که کسی اجازه برگزاری کنسرت ندارد، خیلی ها از داخل خانه هایشان برای مخاطبان می خوانند و در فضای مجازی به اشتراک می گذارند.
کنسرت بوچلی هدفش ایجاد اتحاد بین مردم بود در زمانی که کرونا فاصله ها را زیاد کرده. اما این کنسرت یک ویژگی دیگر هم داشت. کلیسای میلان در شمال ایتالیا و در ایالت لومباردی قرار دارد، جایی که بیشترین مبتلایان کرونا را داشته. همزمان با کنسرت تصاویر خیابان‌های خالی شهر هم پخش می‌شد. مقام‌های ایتالیایی امیدوارند که از نقطه اوج شیوع کرونا عبور کرده باشند. بوچلی کنسرتش را با خواندن یک سرود مذهبی در بیرون کلیسا رو به خیابان اصلی شهر به پایان رساند. خیابانی که بدون شک ایتالیایی ها دوست دارند روزی دوباره با صدای مردم پر شود. رجین آمد، بی بی سی نیوز. Was lost, but now I'm found. در برزیل، اسقف ریو دو ژانیرو بالای کوه کورکوادو از کارکنان نظام بهداشت و درمان این کشور تشکر کرد. در این مراسم که بدون حضور مردم برگزار شد و همزمان با عید پاک مسیحیان، مجسمه معروف مسیح منجی ابتدا به شکل پرستاران و پزشکان برزیل در اومد. کمی بعد از زبان و پرچم کشورهای مختلفی که موارد ابتلا به ویروس کرونا در اون گزارش شده به شکل نورپردازی روی این مجسمه دیده میشد. پرچم ایران هم همراه با واژه امید به زبان فارسی در کنار ده ها پرچم دیگه به نمایش گذاشته شد. به پایان بخش خبری رسیدیم. مراقب همدیگه باشید.